تفاوت این مکاتب در نوع بیان شعر، در لحن موسیقی و لحجه موسیقی بسته به خاستگاه اصلی که در موسیقی رشد کرده، به لحن موسیقی بستگی داره که صلابت و استحکام داره یا مثلا نرمش و تغزلی و عارفانه هستش توی موسیقی. مشابه همون چیزی که در ادبیات میاد سبک‌های مختلف شعری رو ایجاد میکنه، مثلا سبک خراسانی در مقایسه با سبک عراقی، همین رو میشه در لحن، همین تفاوت رو میشه در تفاوت لحن موسیقی فهم متوجه شد و اینه که در واقع مکاتب مختلف آوازی رو ایجاد کرده. همینطور تعداد، ترتیب و اسم گوشه ها هم توی تمام مکاتب آوازی یعنی تقریبا یه فرقایی داره با هم. آتش تو نشستیم و دود شوق بر آمد، بر آتش تو نشستیم و دود شوق برآمد. تو ساعتی ننشستی که آتشی به نشانی عود بودن، تقریبا اصیل‌ترین قدیمی‌ترین ساز ایرانیه که ما توی یه سری از اسناد قدیمی هم به تنبور برمیخوریم. تنبور در واقع یک نوعی از همین عوده که توی یه جاهایی بهش تنبور اطلاق میشده، مثلا مثل تنبور خراسان یا مثلا تنبورهایی که توی غرب ایران بوده، به نوعی یک فرمی از عود بودن. همه اینا یواش یواش فرمشون عوض میشه، تغییر شکل میدن در طول تاریخ، دستها بلند میشه، کاسه ها کوچیک میشه و تغییرات اینجوری میکنه. که من کلا با هر چیزی موافقم توی موسیقی. من فکر میکنم هر تجربه‌ای توی موسیقی خیلی خوبه. من اصلا این نظر شخصی منه، اصلا آی نمیدونم با ساز اینو نزنی چون ایرانیه، اونو بزنی چون نمیدونم فلان، نه برها تجربه است. اما اون چیزی که ریشه داشته باشه، یه در واقع چارچوب یه ذره منطقی و فکری داشته باشه، جای خودش رو پیدا میکنه. چطوری که مثلا خب حالا با سازهای ایرانی خیلی کارا زدن،
هیچ موقع جا نیفتاده. شاید به خاطر این بوده که خب ریشه یا فکر خیلی قوی نداشته. سازنه یک ساز استوانه‌ای هست که خیلی ساده است، از نیزار چیده میشه، نیزار جایی هست که نی به صورت خود رو رویده میشه و رشد میکنه و به این صورت بند بند میره و سر به فلک میکشه و ما اون قسمت هایی که بند های کوتاه‌تر رو جدا میکنیم و خوش میکنیم و میسازیم. خیلی ساده است، هیچ قمیشی نداره، یک استوانه توخالی هست. 6 تا سوراخ روی ساز تعبیه شده و از این قسمت استوانه سرنه دمیده میشه، صدا تولید میشه که در ابتدا باید هنرجو صدای نی رو با تلاش خودش در بیاره. از صدای بم شروع میشه، صدای بم رو باید تمرین کنه، بعدا صدای اوج، قیس و صدای پس قیس. به یک صدایی داریم که به نام صدای بم نرم که همون بم ولی به صورت نرم تر اجرا میشه. از 7 تا بند تشکیل شده، یکی اینجاست، اینجا بند دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششم، هفتم. نیساز میگن ساز 7 بند. سازنه از ساز کلاسیک ایرانی که در ارکستر کلاسیک ایرانی نوازندگی میشه و بخش از میشه گفت که من فقط یه نکته رو بگم در مورد نقشه، اینی که نقطه ها و جاهایی که ما میبینیم باید همزمان در مورد جغرافیای زندگی و جاهایی که امکان زندگی و شلوغ بودن فرهنگ یا تعداد آدم های بیشتری یا پیشینه فرهنگی گذشته ای رو هم شامل هستن دقت بکنیم. مثلا از شرق اصفهان تا جنوب سمنان تا غرب خراسان و شمال کرمان و یزد، اینجا یه ناحیه بزرگ کویریه که اگر توش با 100 سالم بگردیم دوتا ده آباد پیدا نمی‌کنیم. برای همین این مسئله نقشه رو ایجاب می‌کنه که بعضی جاها شلوغ‌تر بشه. دهل هست، دهل دو طرفه در حقیقت، همون نکته‌ای که شاهین جان گفتن، ساز دست رو همیشه دست بم هست که یک چکش قوی‌تریه و دست زیر یک ترکه‌ای هست که صدای زیرتری داره. این دهل من همین الان اضافه کنم که شما همه نواحی ایران دهل رو پیدا میکنید با اندازه‌های مختلف، کوچیک، بزرگ، پهن‌تر، دایره کوچیک در بزرگتر و با مثلا نوع نواختن یا ریتم‌های مختلف، ولی کلیت دهل همین هست. این نکته دیگه در مورد اون بگم که این ساز و دهل اکثر اوقات وقتی میگن ساز و دهل میزنن یعنی سرنا، یکی از معروف‌ترین نوازنده های تار مثلا چند دهه اخیر هستن که لحجه سازشون منحصر به فرد مخصوص خودشونه و آذری هست یه طورایی اگر بتونیم بگیم. و آقای فرنام هم دایره‌ای که مینوازند، این هم مثل اون آقای خراسانی کرمانجی که گفتم، بعد از آقای فرنام دیگه ما کسی رو نداشتیم و نداریم که بتونه دایره رو مثل ایشون بنوازه. اگر که روی یوتیوب اجرای حافظی شیراز رو سرچ بکنید یا شما فرستاده باشید برای بچه ها، اونجا یه اجرای 17 دقیقه‌ای هست که دایره آقای فرنامو وقتی میبینید میبینید که داره معجزه میکنه با دایره. بیشتر داستان ردیف خیلی جالب شد، چون یه اتفاقی بود که برای اولین بار اصلا در تاریخ موسیقی ایران افتاد این اتفاق، اونم گروه نوازی ردیف که واقعا تمام دردسر و زحماتش هم شاهین کشید و همه بچه‌ها رو دور هم جمع کرد و خیلی خیلی کار کردیم واقعا به شکل خیلی خیلی جدی.
زندگیمون رو روش گذاشتیم. یه مصاحبه انجام شد توی ایران صحبت کردم، گفتم که ما شدیم فرزندان ردیف. ولی کمانچه به این شکلش، مثلا کمانچه لرستان رو داریم، کمانچه لرستان هم کمانچه سه سیم بوده، یعنی سه تا سیم داشته و کمانچه حالت پشت باز داره. من یه نمونه، البته این آلتوه. بعد مهدی جان اگر لطف کنی راجع به اجزاشم بعدن یادت باشه که بگی. حتما بخش مختلفش رو توضیح میدم. این کمانچه که می‌بینیم به این شکل، ببینیم پشتش بازه. این کمانچه این فرم لوری کمانچه است به این شکل که پشتش بازه، یه حالت شیپوری داره که تنین بیشتری داره و ساز قوی تریه. و اینو که نگاه میکنیم، این پشت بسته است، کمانچه کلاسیک ایرانیه، کمانچه موسیقی سنتی ایران. Thank you.